کتاب دوم، مقدمه مترجم. در این کتاب هم گفتگو از عدالت است. گلاکون و آدیمانتوس، برادران افلاطون، با اینکه باطلاً معتقدند که عدالت بزرگترین صفت نفس انسانی است، ولی مطلب را برخلاف عقیده خود طرح می‌کنند تا در نتیجه مباحثه حقیقت آشکار شود. می‌گویند به عقیده عموم عدالت به خودی خود حسن نیست، بلکه امری است قراردادی و مصالحه است بین دو عامل عمده که در رفتار هر فردی مؤثر است: یکی تمایل وی به تعدی نسبت به حقوق دیگران و دیگر ترس وی از تعدی دیگران. این مصالحه که همان رفتار به عدل است، از نظر مصالح اکثریت ضروری است و بنابراین هیئت اجتماع بر اساس رضایت ضمنی افراد آن را حسن تلقی می کند و عکس آن را عیب، و برای کسانی که عدالت را پیشه خود قرار دهند پاداش ها و افتخاراتی قائل می گردد. پس هدف اصلی استفاده از این امتیازات است و برای آن منظور تظاهر و شهرت به عدل کافی است. بنابراین عدالت وسیله کسب اجر و افتخارات است و فی حد ذاته فضیلت نیست، بلکه میتوان گفت که سودمندترین روش زندگی این است که انسان به ظاهر عادل بنماید و در حقیقت ظالم باشد، و این هم کار آسانی است، زیرا هم مردم را میتوان با ظاهر خود آمیز فریب داد و هم خدایان را میتوان به وسیله فدیه و قربانی تطمیع نمود. باری برادران افلاطون چنین نتیجه میگیرند که برای پی بردن به حقیقت عدل باید آن را به صورت مطلق و مجرد مورد بحث قرار داد و از آثار و نتایجی که بر آن مترتب میشود باید چشم پوشید. همچنین در مورد ظلم اینجا نوبت اظهار نظر به سقراط میرسد. سقراط بدون هیچ گونه تردید عدالت را حسن و فضیلت نفس انسانی میداند و برای اثبات این نکته عقیده دارد که چون عدل هم در نفس انسانی یافت می شود و هم در هیئت اجتماع، بهتر است اول آن را در هیئت اجتماع که واحد بزرگتری است مشاهده کنیم تا پی بردن به آن در واحد کوچکتر یعنی نفس انسانی آسان تر شود. بنابراین سقراط شروع به ایجاد یک شهر خیالی می کند تا شرایط پیدایش و رشد جامعه را در آن شهر تجزیه کند. از این تحقیق معلوم می شود که اولین موجب ایجاد جامعه همانا احتیاجات افراد به یکدیگر است، زیرا هیچ کس بی کمک دیگران نمی تواند نیازمندی های خود را رفع کند. سقراط در وهله اول حوایج اولیه و مادی افراد را در نظر گرفته و رفع آن را مستلزم تقسیم وظایف بین اهالی شهر می داند که هر کس بر حسب استعداد و تخصص خود وظیفه خاصی انجام دهد. اما بعد از آنکه نیازمندی های درجه اول تأمین شد، نوبت به حوایج فرهنگی و تجملی می رسد و بالمعال معلوم می شود که شهر برای رفع کلیه نیازمندی های اهالی به دارایی و وسعت اراضی خود اکتفا نمیتواند کرد، بلکه ناچار است به سرزمین دیگران تجاوز نماید. منشأ اختلاف بین ملل و بروز جنگ همین است، و برای اینکه قسمتی از اهالی شهر در انجام وظیفه استاد شوند، لازم است طبقه مخصوصی از اهالی برای حفظ حدود شهر از هجوم همسایگان و هم برای تجاوز به خاک دیگران تربیت شوند. در سراسر کتاب جمهور اهمیت خاصی به این طبقه داده شده و افراد آن که گاه به نام مرد جنگی و گاه به نام نگاهبان خوانده می شوند، از حیث تعلیم و تربیت مورد توجه مخصوص می باشند. به عقیده سقراط برای آنها باید تربیت روحی و بدنی هر دو فراهم نمود و باید کوشش کرد که آنها تندرست و قوی و غیرتمند بارایند و نیز صاحب حکمت باشند. همچنین به طوری که در کتاب‌های بعد دیده خواهد شد، از افراد نخبه همین طبقه است که اولیای امور و حکام و پادشاهان باید انتخاب شوند. از اینجا به بعد بحث تماماً درباره تربیت طبقه ممتاز است و دیگر از برزگر و پیشه‌ور و برده صحبتی نیست. عقیده سقراط تربیت روحی از آغاز طفولیت به وسیله اشعار و داستان‌ها شروع می‌شود. باید توجه داشت که یونانیان کتاب مقدس نداشتند و عقاید و تصورات آنان درباره ارباب انواع و عالم بعد مقتبس از داستان‌های منظوم هومر و هزیود بود، هرچند
سقراط به احترام عقاید عمومی در عیبجویی نسبت به آثار این دو شاعر زیاده روی نمی کند، ولی به خوبی پیداست که داستانهای آنان را مضر به اخلاق حسنه و مردود می داند. چون سخن بدینجا انجامید، من گمان کردم که گفتگوی ما به پایان رسیده، اما معلوم شد که آنچه گفته بودیم مقدمه بیش نبوده، زیرا گلاکون با آن بیباکی مخصوص که در هر کاری دارد عقب نشینی تراسیماکوس را نپسندید و گفت: ای سقراط، آیا اکتفا می‌کنی به اینکه در ظاهر ما را متقاعد کرده باشی، یا حقیقتاً میل داری ما را متقاعد کنی که عدالت از هر حیث بهتر از ظلم است؟ گفتم: آرزوی من این است که اگر بتوانم شما را حقیقتاً متقاعد کنم. گفت: پس هنوز به آرزویت نرسیده ای. اکنون بگو ببینم، آیا نه این است که ما از میان چیزهای خوب بعضی را صرفاً به خاطر خود آن چیزها دوست می‌داریم، نه به علت نتایجی که از آن حاصل می‌شود، از قبیل شادی و آن گونه خوشی‌های بی‌ضرری که انسان از آنها متمتع می‌شود و اثر دیگری از آنها باقی نمی‌ماند؟ گفتم: به عقیده من بعضی خواستنی‌ها از این قبیل وجود دارد. گفت: بعضی خواستنی‌ها نیز هست که هم به خاطر خود و هم به سبب نتایجی که از آن حاصل می‌شود مطلوب ما می‌باشد، مانند خردمندی و بینایی و تندرستی. این گونه خواستنی‌ها به هر دو سبب مورد تقدیر ما هستند. گفتم: آری. گفت: آیا موافق هستی که نوع سومی هم هست، از قبیل ورزش‌های بدنی و عمل به دستور پزشک و اشتغال به طبابت و حرفه‌های سودمند دیگر که خود آنها موجب تعلم خاطر است، لیکن از آنها فایده‌ای به ما می‌رسد و تمایل ما نسبت به این چیزها به خاطر خودشان نیست، بلکه به علت پاداش و نتایج دیگری است که از آنها عاید می‌شود؟ گفتم: بدیهی است که یک چنین نوع سومی هم وجود دارد، ولی منظورت چیست؟ گفت: عدالت را در زمره کدام یک از اینها می شماری؟ گفتم: عدالت از زیبنده ترین نوع است، یعنی در زمره آن خواستنی هایی است که هم به خاطر خود و هم به مناسبت نتایجی که از آن عاید می شود مطلوب جویندگان سعادت می باشد. گفت: بیشتر مردم این عقیده را ندارند، بلکه آن را در زمره خواستنی هایی که موجب تعلم خاطر است به حساب می آورند، یعنی چیزهایی که به نفس مزاحم و در خور پرهیزند، ولی انسان به خاطر پاداش و حسن شهرتی که از آنها حاصل می شود طالب آنها است. گفتم: می دانم که رأی عامه چنین است و همکنون نیز تراسیماکوس معایب عدالت و محسنات ظلم را برای ما شرح داد، ولی من ظاهراً کندفهم هستم. گفت: بسیار خوب، نوبت سخن به من رسیده است، پس گوش کن، شاید با من هم رأی شوی. به عقیده من تو مانند مار تراسیماکوس را مجذوب و افسون کردی و او زودتر از آن که میبایست تسلیم شد، اما من از آنچه که درباره عدل و ظلم از طرف این شنیدم قانع نشدم. میخواهم چگونگی عدالت و ظلم و آثاری که هر یک از آنها به خودی خود در نفس انسانی ایجاد میکند بر من معلوم شود، بدون اینکه پاداش و نتایجی را که از آنها حاصل میشود در نظر گرفته باشم. پس اگر موافقت کنی، قصدم این است که بحث تراسیماکوس را از سر بگیرم. نخست رأی عامه را درباره چگونگی و منشأ عدالت بیان خواهم نمود، سپس مدعی خواهم شد که آنان که عدالت را پیشه خود قرار می‌دهند از روی رغبت و اعتقاد به خوبی آن نیست که چنین می‌کنند، بلکه خود را از عمل به آن ناگزیر می‌دانند. بعد هم چنین نتیجه خواهم گرفت که این رویه آنها منطقی است، زیرا به عقیده آنان زندگانی اشخاص ظالم به مراتب بهتر از اشخاص عادل است. ای سقراط، این رأی خود من نیست، اما از سخنان تراسیماکوس و بسا اشخاص دیگر که به کرات شنیدم افکارم پریشان شده و تا کنون بیانی وافی در دفاع از عدالت و برتری آن بر ظلم از احدی نشنیدم. میل دارم محسناتی را که عدالت به نفس راست بشنوم و مخصوصا توضیح این محسنات را از تو انتظار دارم. بنابراین با جدیت تمام زندگانی شخص ظالم را خواهم ستود و سپس تو را متوجه خواهم ساخت که به چه نحو میخواهم تو از ظلم تقبیح و از عدالت تمجید کنی. آیا پیشنهاد مرا میپسندی؟ گفتم: البته میپسندم، زیرا حظی که خردمند از ممارست در این بحث میبرد از هیچ موضوع دیگر نخواهد برد. گفت:
خوب گفتی، پس گوش فرادار تا من سخن را از چگونگی و منشأ عدالت آغاز کنم. میگویند که به حکم طبیعت ارتکاب به ظلم نیکو است و تحمل آن بد، اما زیان تحمل ظلم بیش از نفع ارتکاب آن است. بنابراین هنگامی که مردم نسبت به یکدیگر تعدی می کنند و هر کس به نوبت خود گاه ظالم و گاه مظلوم واقع می شود، سرانجام آنان که خود را از ستمگری عاجز و از ستم کشیدن ناچار می بینند، به این اندیشه می رسند که بهتر است با دیگران موافقت کنند در اینکه هیچ کس به دیگری ستم نکند و از دیگری ستم نبیند. وضع قوانین و انعقاد پیمانها از همین جا سرچشمه گرفته و بعدها مردم رعایت حکم قانون را اجرای عدالت و حق گذاری نام نهادند. پس منشأ و چگونگی عدالت همین بود، به این معنی که عدالت عبارت است از میان روی بین بهترین طریق یعنی ستمگری بدون ترس از کیفر و بدترین طریق یعنی ستم کشیدن بدون امکان انتقام، و چون عدالت واسطه بین آن دو حد است، مردم آن را میپسندند و این نه بدان سبب است که عدالت را از محسنات بدانند، بلکه عجز آنان از ستمگری است که باعث مقبولیت عدالت میشود. زیرا کسی که توانایی ستمگری داشته و حقیقتا مرد باشد، هرگز حاضر نخواهد بود با دیگری پیمان احتراز از تعدی ببندد و اگر چنین کند دیوانه است. باری ای سقراط، این است رأی عمومی درباره چگونگی و منشأ عدالت. حال اگر یک مرد فرضی را در نظر بگیریم، به خوبی آشکار خواهد شد که کسانی که عدالت را پیشه خود قرار می‌دهند، علی رغم میل خیش و به علت عجز از تعدی است که چنین می کنند، و آن این است که به یک عادل و یک ظالم اختیار دهیم که هر کدام آنچه می خواهد بکند، و سپس در پی آن دو رفته ببینیم هر یک را آرزوهایش به کجا می کشاند. طولی نمی کشد که شخص عادل همان راه ظالم را در پیش گیرد، زیرا محرک او هم آرزوی زیاد کردن مال است. بدیهی است که همه کس طبیعتاً این منظور را می پسندد و آن را تعقیب می کند. منتها قانون سدی در مقابل آن گذاشته و اشخاص را به رعایت اصول مساوات مجبور ساخته است. اینک برای آنکه اختیاری که برای این دو قائل می شویم کامل باشد، خوب است آن قدرتی را که می گویند نصیب جیجس پدر بزرگ کروسوس اهل لیدی شد درباره آنها تصور کنیم. در اینجا زیر نویس داریم: جیجس بانی عظمت و حیثیت لیدی بود. ادامه میگویند وی چوپانی بود که به پادشاه کشور دیدی خدمت میکرد. روزی هنگامی که گله خود را میچرانید، طوفانی عظیم برپا شد و باران و زمین لرزه در گرفت. زمین چاک خورد و شکافی در آن پیدا شد. چوپان با شگفتی به داخل آن شکاف نظر کرد و سپس در آن فرود آمد و بسی چیزهای عجیب دید که در داستان نقل شده. از جمله اسبی از مفرق دید میان تهی که پهلوهای آن پنجره داشت، و چون سر را از پنجره به درون برد، مردی را دید که ظاهراً مرده و جثه او از اندام بشری بزرگتر بود. این مرده هیچ چیز در بر نداشت، ولی انگشتری از زر در دستش بود. چوپان آن را بیرون آورد و به راه خود رفت. وقتی که چوپانان به رسم ماهیانه خود گرد آمدند که قرار تقدیم گزارش رمه ها را به پادشاه بدهند، جیجس با انگشتری که در دست داشت وارد شد و در حالی که پهلوی دیگران نشسته بود، اتفاقا نگین انگشتر را برگرداند تا رو به کف دستش قرار گرفت. چون چنین کرد، از نظر همکارانش ناپدید شد و آنها درباره وی چنان سخن گفتند که گویی غایب است. اما وی متحیر شد، دوباره به انگشتر خود دست برد و نگین آن را به طرف پشت دست برگرداند. چون چنین کرد، باز پدیدار شد. وقتی که چنین دید، به آزمایش پرداخت که آیا این خاصیت واقعا در انگشتر است یا نه، و دریافت که هر وقت نگین را رو به کف دست بپیچاند ناپدید، و هر وقت به پشت دست برگرداند پدیدار می شود. به مجرد کشف این امر کوشید تا او را هم برای رفتن نزد پادشاه برگزیند، و چون به کاخ رسید، ملکه را فریب داده با او بر علیه پادشاه توطئه کرد و پادشاه را کشته خود به تخت نشست.
اکنون فرض کنیم که دو انگشتر دارای این خاصیت داشته باشیم و یکی را به شخص عادل بدهیم و دیگری را به شخص ظالم که بدین وسیله هر یک از آنها بتواند آنچه را بخواهد آزادانه از بازار برباید و به خانه مردم وارد شود و با هر کس بخواهد نزدیکی کند و هر کس را بخواهد بکشد یا از بند و زنجیر آزاد کند و خلاصه مانند یکی از خدایان در میان مردمان به دلخواه خود رفتار کند. در آن صورت هیچ کدام از آنها این ثبات و استقامت را نخواهند داشت که در عدالت ورزی پایدار مانده از دست درازی به اموال دیگران خودداری کند. اینجا میان عادل و ظالم فرقی نیست، زیرا منظور هر دو یکی است و این خود دلیل متینی است بر اینکه هیچ کس از روی میل عدالت را پیشه خود قرار نمی دهد، بلکه عدالت ورزی به علت استرار است و اشخاص عدالت را به نفسه حسن نمی دانند، زیرا هر وقت بتوانند ظلم کنند باکی از آن ندارند. همه را عقیده بر این است که فایده ستمگری برای شخص بیش از فایده دادگری است و اگر قول صاحبان این نظر را مورد توجه قرار دهیم می‌بینیم که درست هم فکر می‌کنند، زیرا اگر شخصی دارای قوه‌ای که ما گفتیم باشد و با وجود این از ستمکاری یا دسترازی به مال هر هم نوع خود بپرهیزد، هر کس از رفتار او آگاه شود خواهد گفت بیچاره ترین و ابله ترین نفوس است. البته هنگامی که در ملأ عام از وی سخن رود همه او را تمجید خواهند کرد، زیرا مردم از ترس اینکه مبادا گرفتار ظلم شوند عقیده واقعی خود را به یکدیگر نمیگویند. باری آنچه در این باب گفتیم بس است. اکنون اگر بخواهیم راجع به زندگانی این دو شخص به مورد گفتگو درست قضاوت کنیم، باید وضعیت هر یک را جداگانه در نظر بگیریم و در مورد یکی حد اکثر ظلم و در مورد دیگری حد اکثر عدل را قائل شویم. اما این تفکیک چگونه ممکن است؟ بدین طرز که ظلم ظالم و عدل عادل را به منتهای درجه فرض کنیم و هر یک از این دو، یعنی ظالم و عادل، را در خط مشی خود کامل بدانیم. نخست رویه شخص ظالم را به رویه یک پیشور قابل تشبیه کنیم، همانطور که یک ناخدا یا پزشک ماهر محال و ممکن را در هنر خود تشخیص داده از آنچه محال است می پرهیزد و بدان چه ممکن است عمل می کند و اگر اتفاقا خطایی کرد می تواند آن را چاره کند. همچنین شخص ظالم اگر ظالم کامل و قابلی باشد، در اعمال ظالمانه خیش تمیز به خرج خواهد داد و خود را گرفتار نخواهد ساخت و اگر گرفتار شود باید بگوییم نالایق بوده، زیرا کمال ظلم در این است که شخص به ظاهر عادل بنماید ولی در باطن چنین نباشد. پس برای ظالم کامل باید کمال ظلم را قائل شویم و از آن هیچ نکاهیم و باید بگوییم در این حال که مرتکب بزرگترین جنایات می شود، نام خود را مشهور به عدالت واقعی می سازد و اگر احیانا اشتباهی از او سرزد می تواند چاره آن را بیندیشد و اگر نکته ای از اعمال ستمکارانه وی آشکار شد با فصاحت خیش خود را تبرئه می کند و بالاخره آنچه را به وسایل دیگر نتواند به دست آورد به عنف کسب خواهد کرد، خواه به وسیله دلاوری و نیروی خیش، خواه به پشتیبانی دوستان و اموالی که برای خود تحصیل کرده است. اکنون باید به فرضیات خود ادامه دهیم و در برابر یک چنین تباهکار شخص عادل را در نظر بگیریم، یعنی کسی که سادگی و بلندی همت از صفات اوست و به قول اس کیلوس آرزویش این است که در باطن نیکو باشد نه به ظاهر. اینک لازم است که ظاهر آراستگی را از وی سلب کنیم، چرا که اگر مشهور به عدالت باشد افتخارات و پاداش هایی که مترتب بر این شهرت است نصیب او خواهد شد و از آن پس معلوم نخواهد بود که عدالت ورزی او به خاطر خود عدالت است یا به خاطر افتخارات و پاداش. پس تمام خصائص را به جز عدالت از او سلب می کنیم و او را از همه حیث عکس آن شخص دیگر تصور می نماییم و چنین می پنداریم که هرچند کوچکترین خطایی از وی سر نمی زند ولی با این حال نام او به ظلم شهره آفاق است. از این راه، یعنی در نتیجه اینکه عدل وی را مورد آزمایش قرار دادیم و پایداری او را در مقابل بدنامی و عواقب آن دیدیم،
اتصاف واقعی او به عدالت مسلم می شود و می گوییم این شخص تا دم مرگ استقامت خواهد کرد و در تمام زندگانی خود در باطن عادل ولی در ظاهر ظالم خواهد ماند. بدین ترتیب منتهای درجه عدل را درباره یکی از این دو و منتهای درجه ظلم را درباره دیگری قائل می شویم تا قضاوت کنیم که کدام یک از آنان نیکبخت تر است. گفتم ای گلاکون نه عزیز، سخت کوشش به خرج دادی تا این دو فرد اکمل را برای قضاوت تما ساخته و پرداخته کنی. گویی مجسمه ای را میخواستی پاک و صیقلی کنی. گفت من منتهای کوشش خود را میکنم. اکنون که چنین دو فردی را در نظر گرفتیم، گمان میکنم دشوار نباشد که قدم فراتر نهاده ببینیم برای هر یک چه نوع زندگانی در پیش است. اینک من بدین بحث میپردازم. اما ای سقراط، اگر سخنان من ناملایم باشد، به یاد داشته باش که گوینده واقعی من نیستم، بلکه کسانی هستند که ظلم را بر عدل برتری می‌دهند. اینها می‌گویند نصیب آدم عادلی که ما توصیف کردیم تازیانه و شکنجه و بند و زنجیر است. چشمانش را سوزانده بیرون خواهند آورد و بالاخره پس از رنج‌های گوناگون او را به دار خواهند آویخت و خواهد دانست که انسان باید در پی تظاهر به عدل باشد، نه اینکه عدالت واقعی را پیشه خود سازد. در واقع قول اسکیلوس که به آن اشاره کرده ایم و آن این است که پرانتز باز درباره شخص عادل حقیقی پرانتز بسته میگویید مخیله او شیاری است عمیق و حاصلخیز که بسی تدابیر نیکو بار می آورد. بیشتر درباره شخص ظالم صدق می کند، چرا که شخص ظالم است که میگویند بنای رفتار خود را بر حقایق می گذارد نه بر ظواهر، و نیتش این است که در حقیقت ظالم باشد نه در ظاهر. نخست در نتیجه اشتهار به عدالت حکمران شهر خود می شود، سپس هر که را بخواهد بزنی می گیرد و دختران خود را به هر کس اراده کند شوهر می دهد و با هر کس مایل باشد پیمان می بندد یا شریک می شود، و چون وجدانش او را از اعمال ظالمانه باز نمی دارد می تواند از راه‌های گوناگون سود هنگفتی به دست آورد. بنابراین هر وقت با کسی به رقابت بپردازد، خواه در زندگی عمومی خواه در زندگی خصوصی، برد با اوست و بر حریف فائق می آید. از این راه توانگر شده به دوستانش کمک و به دشمنانش زیان می رساند و در راه خدایان قربانی ها و توحفی به سزا و پربها نثار می کند. بهتر از شخص عادل می تواند لطف خدایان و مردمانی را که اراده کند جلب نماید، و اگر به ظاهر حکم کنیم خدایان هم او را بیش از شخص عادل دوست می دارند. باری ای سقراط، از این قرار حامیان ظلم را عقیده بران است که زندگانی شخص ظالم به لطف الهی و مرحمت بشری بسی گواراتر از زندگانی شخص عادل است. چون سخن گلاکون به پایان رسید، من میخواستم جواب بدهم، ولی برادرش آدیمانتوس گفت ای سقراط، امیدوارم نظر تو این باشد که مطلب کاملا بیان نشده. گفتم چرا؟ گفت نکته اساسی ناگفته ماند. گفتم بسیار خوب، این مثل را میدانی که میگویند برادر باید به برادر کمک کند؟ پس اگر گلاکون چیزی را فرو گذار کرده، تو باید آن را جبران کنی. من به سهم خود اقرار می کنم که آنچه او گفت کافی بود که مرا عاجز کرده توانایی مرا در دفاع از عدالت سلب نماید. گفت بیهوده عذر میاور، باید سخن مرا هم بشنوی، زیرا ما ناچاریم قول طرف مخالف را هم که عدل پسندیده و ظلم نکوهیده است بسنجیم، و از این راه بهتر به مقصود گلاکون پی خواهیم برد. صحیح است که پدران به کودکان و مربیان به شاگردان خود چنین پند می دهند که راه راست راه عدالت است، اما ستایشی که آنها می کند از نفس عدالت نیست، بلکه درباره حسن شهرتی است که از آن حاصل می شود. آرزوی آنها این است که فرزندانشان در انظار عادل بنمایند، تا آنها پاداش هایی که در نتیجه
نیکنامی برای شخص عادل حاصل می‌گردد نصیب آنها شود، از قبیل مقامات دولتی و ازدواج‌های سودمند و تمام فوایدی که گلاکون شرح داد. این اشخاص فواید شهرت را حتی بالاتر از این هم می‌دانند، زیرا عقیده دارند که لطف و عنایت خدایان را نیز از این راه می‌توان جلب نمود و فواید بیشماری را ذکر کرده می‌گویند خدایان آنها را نصیب اشخاص پرهیزکار می‌نمایند. در اینجا هزیود و هومر آن دو بزرگوار هم با آنها هم گفتارند. هزیود مراهم خدایان را درباره اشخاص عادل نقل می کند و نخست از درختان بلوط آنها چنین می گوید: بر روی شاخه ها میوه بلوط رویده و درون تنه درخت ها پر از عسل است. بعد می گوید: پشم رمه آنان چندان انبوه است که گوسفندان را سنگین بار کرده، و بسیاری نعمت های دیگر هم از این قبیل ذکر می کند. هومر هم مضامینی شبیه به این دارد، از جمله درباره کسی چنین میگوید: مانند پادشاهی است نیکوکار که به عدل و انصاف فرمان روایی میکند و چون چنین است خاک سیاه برای او قله فراوان میرویاند و درختان او میوه بسیار بار میآورند و رمه او همواره زیادتر میشوند و دریا ماهیهای لذیذی برای سفره او فراهم میسازد. موسئوس و پسرش نیز به نام خدایان نعمتهایی بالاتر از همه اینها برای اشخاص عادل مقدر می کنند، یعنی آنها را پس از مرگ به عالم اموات برده تاجی از گل بر سر آنها می نهند و آنان را گرد سفره‌ای که برای مردم نیکوکار گسترده شده می نشانند تا همه اوقات را به مستی بگذرانند. گویی نفیس‌ترین پاداش پاکدامنی مستی دائم است. در اینجا زیر نویس داره: موسئوس و فرزندش اورفئوس را مصنف اشعار معروف به اورفیک می‌دانند که مضمون آن تصوراتی در عالم بعد است. این تصورات قیاس به زندگی این دنیاست و به همین جهت افلاطون آنها را با استهزا تلقی می‌کند، هرچند ظاهراً خود او در بیان کیفیت بقای روح از مضامین اشعار اورفیک تا اندازه استفاده کرده است. دیگران میگویند پاداشی که خدایان عطا میکنند از این هم وافرتر است، یعنی هر کس پرهیزکار بوده به سوگند خود رفتار کند نسل و دودمانش الالعبد باقی خواهد ماند. بدین نحو آنها دیگر عدالت را میستایند. اما درباره مردم گناهکار و ظالم برعکس میگویند که اینها در منجلاب لجنزار عالم اموات قوتور خواهند شد و کیفرشان این است که آب به قربال حمل کنند. در این جهان هم بهره آنان بدنامی است و همه کیفرهایی که به قول گلاکون نصیب عادلان مشهور به ظلم است، به عقیده اینان بهره اشخاص ظالم می باشد. اینان دیگر چیزی از خود اضافه نمی کنند، بلکه ستایشی که درباره عدل و نکوهشی که درباره ظلم می کنند همین است. اکنون ای سقراط، علاوه بر این معنی که برای عدل و ظلم گفتیم، می خواهم تو را متوجه سازم به اینکه در اصطلاح عوام و شعرا عدالت مفهوم دیگری هم دارد. همه را عقیده بر این است که میان روی و عدالت صفتی زیبنده، اما عمل به این صفت کاری است دشوار و پرمشقت، و حالان که عمل به ضد آن یعنی افراط و ظلم ملایم طبع و سهل الوصول است و قپ آن فقط ناشی از عقیده عمومی و قانون است. اینها ظلم را روی هم رفته سودمندتر از عدل می دانند و آن مردم بدکاری را که توانگر و نیرومند هستند نیکبخت می شمارند و حاضرند چه در خفا و چه در حضور دیگران با آنها احترام کنند، و حالان که نسبت به نیکوکارانی که ناتوان و مستمند هستند تحقیر و توهین روا می دارند، هرچند معترفند که اینها مردمان بهتری هستند. باری شگفت‌تر از همه این اقوال مضامینی است که درباره خدایان و نتیجه نیکوکاری ذکر می کنند، زیرا می گویند چه بسا دیده ایم که خدایان برای مردم نیکوکار زندگانی پربلیه و اندوه و برای مردم بدکار عکس آن را مقرر نمودند. از طرفی هم کهنه دریوزگر و غیبگویان به در خانه توانگران رفته به آنها چنین وانمود می کنند که ما به وسیله قربانی و افسون
این قدرت را از خدایان کسب کرده ایم که اگر کسی خود یا یکی از نیاکانش گناهی کرده باشد، با کمک آیین جشن و شادی آن را درمان کنیم و چنانچه کسی بخواهد به دشمن خود آسیب رساند، ما با گرفتن اجرت کم او را به آرزویش رسانیم، خواه دشمن او شخص عادل باشد خواه ظالم، زیرا ما به دستیاری اوراد و قواعد جادوگری می توانیم مطلوب خود را از خداها بستانیم. و برای تأیید این گفته ها استناد به قول شعرا می کنند. برای اثبات اینکه بدکاری از حل طریق است، این عبارت را از هزیود نقل می کنند که انسان چه خوب می تواند راه بدکاری را پیش گرفته در پی سالکین این طریق روانه شود، زیرا این راه بسیار هموار و به ما بسی نزدیک است. و حالان که خدایان مقرر نموده اند که نیکوکاری بدون رنج و عرق ریزی و طی راه دور و ناهموار فراهم نشود. دیگران برای اثبات اینکه انسان می تواند اراده خدایان را برگرداند، عباراتی بدین سان از هومر نقل می کنند. خدایان خود تغییر اراده می دهند و مردمان هنگامی که قانون را شکسته و خطایی مرتکب شده باشند، به وسیله تصدق و نذر و هدیه و شراب و دود قربانی های خدایان را موافق می کنند. همچنین کتاب های بسیاری از مزعوس و اورفئوس که آنها را از اولاد ماه و خدایان نهگانه صنایع می دانند نشان می دهند و در تعیین آداب قربانی به اینها استناد می کنند و نه تنها افراد بلکه دولت ها را متقاعد می سازند که با تشبث به برخی وسایل می توان خواه به جهت زندگان خواه به جهت مردگان تحصیل عفو و آمرزش نمود. و این وسایل عبارت است از آیین قربانی و مراسم مرموزی که ما را از بلایای دنیای بعد نجات می‌دهند و اگر از آنها غفلت کنیم دچار مصائب شدیده خواهیم شد. پس ای سقراط عزیزم، با این همه اقوال و هزار سخن دیگر مانند آن که راجب نیکوکاری و بدکاری و عقیده خدا و بشر درباره هر یک گفته می شود، باید فکر کنیم که وقتی جوانان این مطلب را می شنوند چه تأثیری در آنها پیدا می شود. آیا این جوانان نیکسرش که به هر گفتاری گوش فرا می دارند تا تشخیص دهند که انسان باید چگونه باشد و چه راهی را باید در پیش گیرد تا در کمال خوشبختی زیست کند چه خواهند کرده؟ طبیعی است که هر یک از آنها با پندار شاعر هم آواز شده چنین خواهند گفت: آیا برای رسیدن به ذروه آن کاخ بلند باید راه عدالت پیش گیریم یا طریق نیرنگ و نادرستی زودتر مرا به آنجا خواهد رسانید تا زندگانی سعادتمندی برای خود تأمین کنم؟ اگر عدالت را پیش خود سازم در حالی که متظاهر و عدل نباشم، میگویند سودی نخواهد برد بلکه نصیبم رنج و مشقت خواهد بود. اما اگر در حقیقت ظالم ولی به شهرت عادل باشم، میگویند از همه نعمتهای آسمانی بهره مند خواهم شد. پس چون به طوری که خردمندان ثابت کرده اند صورت ظاهر بر حقیقت امر غلبه میکند و یگان زامن و کافل نیکبختی است، من باید متوجه حفظ ظاهر باشم. باید ظاهر خود را با علایم نیکوکاری آرایش داده ولی در این حال آن روباه معروف آر کیلوکوس را که بسیار محیل و زرنگ و مورد علاقه آن حکیم بود باید در پشت سر پنهان کنم. اگر کسی ایراد کند که مشکل است شخص بدکار بتواند همیشه بدی خود را پنهان کند، در جواب خواهم گفت: راست میگویی، اما هیچ کار بزرگی نیست که خالی از اشکال باشد. در هر حال اگر بخواهیم نیکبخت شویم، راهی که باید در پیش گیریم همان است که در طی این مباحثه معلوم شد. برای اینکه مردم به ستمگری ما پی نبرند، انجمنها و مجامعی تشکیل دهیم. استادان فن فصاحت هم داریم که شیوه سخنرانی و دفاع در برابر مجامع عمومی و دادگاه‌های قانونی را به ما می‌آموزند. با تشبث به این وسایل، گاه به کمک منطق و بیان، گاه به کمک عنف، مطلوب خود را به دست خواهیم آورد بدون اینکه از قانون به ما گزندی رسد. حالا شاید بپرسی: با خداها چه خواهی کرد که نمی‌توان آنها را فریب داد، نمی‌توان با آنها به عنف رفتار کرد؟
میگوییم اگر خداها وجود نداشته باشند یا ایشان را با امور این دنیا سر و کاری نباشد، چرا ما در این اندیشه باشیم که خود را از آنها مستور داریم؟ و اگر خدایان وجود داشته باشند و امور این دنیا هم در دست آنها باشد، ما درباره آنها چیزی نمی‌دانیم جز آنچه افواهن شنیده ایم و شعرا در شجره نامه های خدایان نقل کردند. و همچنین شعرا هستند که میگویند به وسیله دعا و قربانی و هدیه اراده خدایان را میتوان تغییر داد و ما ناچاریم که یا عقیده آنها را در همه موارد تصدیق کنیم یا در هیچ مورد نپذیریم. و اگر این اقوال را تصدیق کنیم، صلاح در این است که ستمگری کرده سپس از غنایمی که به دست می آوریم قربانی دهیم. راست است که اگر عادل باشیم ترسی از جانب خدایان و کیفر عالم بعد نخواهیم داشت، اما در این صورت از فواید ظلم هم بی بهره خواهیم بود. و حالا که اگر ظالم باشیم آن فواید را به دست خواهیم آورد و برای گناه و خطای خود نیز به وسیله دعا از درگاه خدایان طلب عفو خواهیم کرد و از مجازات خواهیم گریخت. ممکن است کسی ایراد کند که ما در عالم اموات کیفر اعمال ظالمانه‌ای را که در این جهان مرتکب شده ایم خواهیم دید و یا فرزندان ما به آن کیفر گرفتار خواهند شد، ولی خردمند پس از تفکر چنین خواهد گفت: ای آقای عزیز، وسایل تبرئه از گناهان هست که در این مورد بسیار مؤثر است و اگر عقیده جمهور و قول شعرا را که برای ما تفسیر می کنند بپذیریم، می توانیم به این وسایل متشبث شویم و به خدایان نجات بخش توسل جوییم. اکنون با این کیفیات آیا دیگر موجباتی برای ترجیح عدل بر ظلم باقی است؟ ملاحظه کردیم که اگر ستمگری را با ظاهری آراسته و فریبنده توأم نماییم، هم در حیات و هم در ممات آنچه مطلوب ماست از جانب خدا و بشر آید ما خواهد شد و این قولی است که توده و حکما بر آن متفقند. حال ای سقراط، با آنچه گفته شد چگونه میتوان کسی را که اندک قدرت معنوی یا جسمانی یا مزیت مالی یا خانوادگی داشته باشد به رعایت عدالت وادار نمود؟ آیا چنین کسی وقتی تمجید عدالت را بشنود خنده به او دست نخواهد داد؟ حتی اگر کسی یافت شود که بتواند خلاف آنچه را که گفتم اثبات کند و با علم یقین بداند که عدالت بهترین روش است، مازالک با مردم ظالم به اغماز و مساهله رفتار خواهد کرد و بر آنها خشم نخواهد گرفت، زیرا می داند که گذشته از کسانی که غریزه خدادادی آنها را از ستمگری باز می دارد و کسانی که در پرتو دانش قبح ستمگری را یافتند، احدی نیست که از روی میل پیرو عدالت باشد. و اگر کسی ظلم را تقبیح کند، از این سبب است که به علت ضعف نفس یا پیری یا نقص دیگر از عمل به آن عاجز است. و دلیل این نکته آن است که در میان مردمی که ظلم را تقبیح می کنند، هر کس قادر به ظلم شود بیدرنگ بدان مباشرت می نمایند و حتی المقدور از قدرت خود استفاده خواهد کرد. و علت اینها همه که گفتیم همان چیزی است که من و برادرم را وادار ساخت که با تو وارد این مباحثه شویم. ای دوست ارجمند، منظورم این است که در میان همه شما که خود را پشتیبان عدالت می خوانید، از پهلوانان عهد قدیم که سخنهای آنان به ما رسیده تا مردم امروز، هیچ کس نبوده است که از تقبیح ظلم یا تحسین عدالت منظوری جز ستایش حسن شهرت و افتخارات و پاداش‌هایی که از آن حاصل می‌شود داشته باشد. و در باب اینکه هر یک از این صفات به نفسه، یعنی صرفاً از لحاظ تعلق به نفس انسان و نه از لحاظ جلب نظر خدا و بشر، دارای چه کیفیت و خاصیتی است، احدی تا کنون نه به نظم نه به نثر از عهده اثبات این نکته بر نیامده که ظلم بزرگترین عیب و عدل بزرگترین صفت نفس انسانی است. اگر شما از آغاز برای ما چنین سخن گفته و ما را از اوان طفولیت به این حقیقت معتقد ساخته بودید، ما عادت نمی کردیم به اینکه همواره ناظر اعمال دیگران باشیم تا آنان را از ستمگری باز داریم.
بلکه هر کس ناظر اعمال خیشتن می شد تا مبادا مرتکب ظلم شده بدترین عیب را به نفس خود راه دهد. ای سقراط، مطلب تراسیماکوس و دیگران درباره ظلم و عدل همین است که من گفتم و شاید نکات دیگر هم بتوان بر آن افزود. به عقیده من اینها به کنه مطلب پی نبرده و خواص عدل و ظلم را تمیز ندادند. من به سهم خود از تو پنهان نمی کنم که اگر با کمال جدیت مطلب را از نظر آنها بیان کردم به این امید بود که تو خلاف آن را ثابت کنی. پس خوب است تو تنها با ثبات اینکه عدل بر ظلم ترجیح دارد اکتفا نکنی، بلکه بر ما مدلل نمایی که هر یک از این صفات چه تأثیری در نفس انسان دارد که به اعتبار آن عدل به نفس پسندیده و ظلم به نفس بد است، و چنان که گلاکون تأکید کرد به شهرتی که از هر یک از این صفات حاصل می شود توجه ننما، زیرا در این صورت ما خواهیم گفت که تو ظاهر عدالت را می ستایی نه حقیقت آن را، و ظاهر ظلم را تقبیح می کنی نه حقیقت آن را، مگر آنکه در مورد هر یک از آن دو صفت شهرتی را که حق آن است از آن سلب کنی و شهرتی را که حق آن نیست برای آن قائل شوی. و نیز خواهیم گفت پند تو به ما این است که ستمکار باشیم ولی ظلم خود را پنهان کنیم. خلاصه با تراسیماکوس موافق هستی در اینکه عدالت عبارت است از عمل به نفع دیگران، یعنی خیر اقویا، و حال آنکه ظلم عملی است که متضمن نفع خود شخص ظالم و موجب زیان ضعفا است. تو این را تصدیق کردی که عدالت در زمره بزرگترین محاسنات است، بدین معنی که خوبی آن فقط به ملاحظه نتایج آن نیست، بلکه بیشتر به خاطر خود آن است و حسن آن ماننده حسن بینایی و شنوایی و عقل و تندرستی و نظایر آن ذاتی است و مربوط به عقیده عمومی نیست. پس اینک تمجید عدالت را بر این اساس قرار ده که این صفت به نفسه و ذاتن به حال کسی که دارای آن باشد سودمند است، و همینطور ظلم را از این لحاظ تقبیح کن که ذاتن زیان‌آور است، ولی ستایش پاداش و نیکنامی را برای دیگران بگذار، زیرا من این نوع ستایش عدل و نکوهش ظلم را که تنها مبنی بر شهرت و پاداش حاصل از آن باشد از دیگران میتوانم تحمل کنم، اما نه از تو که همه زندگانی خود را وقف تحقیق در این یک موضوع کرده ای، مگر آنکه تو خود در این یک نوع تعریف اصرار ورزی. بنابراین تنها به اثبات اینکه عدل بر ظلم ترجیح دارد اکتفا نکن، بلکه بر ما مدلل ساز که هر یک از این صفات چه تأثیری در نفس انسان دارد که به اعتبار تفسیر آن پرانتز باز خواه عمل انسان از نظر خدا و بشر پوشیده باشد خواه نباشد پرانتز بسته عدالت خوب و ظلم بد است. من همیشه شیفته صفات گلاکون و آدیمانتوس بودم، اما در این موقع سخنهای آنان مسرتی خارج از اندازه در من ایجاد کرد و گفتم ای فرزندانی که شایسته آن پدر بزرگوار هستید، حقیقتا عاشق گلاکون در مطلع اشعاری که به مناسبت دلاوری شما در جنگ مگار سروده شما را خوب به سزا ستوده است که میگویید ای پسران اریستون که فرزندان ملکوتی آن دلاور نامی هستید. دوستان عزیز، به گمان من این توصیف درباره شما بسیار صادق است، زیرا اگر با وجود بیانات متینی که در این موضوع کردید خودتان متقاعد نشده باشید که ستمگری بهتر از عدالت است، یقینا یک صفت ملکوتی در شما هست و عقیده دارم که شما حقیقتا متقاعد نشده اید، و این اطمینان از مجموع صفات شما برای من حاصل می شود، زیرا اگر فقط از سخنهای شما قضاوت می کردم تردید می داشتم، اما هرچند اعتمادم به شما زیاد است درباره خود متحیرم که جانب کدام عقیده را باید بگیرم. از طرفی پشتیبانی عدالت از من ساخته نیست و از حد توانایی من خارج است، به این دلیل که خیال کردم در گفتگوی با تراسیماکوس ترجیح عدل را بر ظلم ثابت کردم
و حالا اینکه شما قانع نشده اید. از طرف دیگر این هم ممکن نیست که از عدالت جانبداری نکنم، زیرا اگر هنگامی که در حضور من به عدالت حمله کنند جرأت خود را از دست بدهم و به طرفداری آن نپردازم و تا نفس و قدرت گفتار دارم در حمایت آن نکوشم. در وظیفه خداشناسی قصور کردم، پس ناچار باید تا اندازه‌ای که از من ساخته است از عدالت دفاع کنم. گلاکون و دیگران از من درخواست کردند که تمام قوای خود را به کار برده نگذارم گفتگو قطع شود، بلکه بکوشم تا معلوم شود که عدل و ظلم چیست و مزایای حقیقی هر یک کدام. در اینجا اندیشه‌ای به خاطرم رسید و گفتم پیداست که جستجویی که ما در پیش گرفته ایم کار دشواری است و نظر نافذ و صائب می خواهد، و چون این بینایی درمانی است به گمان من باید از این راه که می گوییم به تحقیق امر بپردازیم. اگر کسانی که قوه باصری آنها ضعیف باشد مأمور شوند که حروف ریزی را از مسافت دور بخوانند و یکی از آنان متوجه شود که همان خط در جای دیگر به حروف درشت‌تر و روی لوح بزرگتری نوشته شده است، گمان می کنم آنها این فرصت را مغتنم شمرده نخست حرف درشت‌تر را خواهند خواند و سپس ملاحظه خواهند کرد که آیا حروف کوچکتر همان است یا نه. آدیمانتوس گفت راست است، اما ای سقراط این چه ربطی با مسئله عدالت دارد؟ گفتم اینک برای تو شرح خواهم داد. اگر ما درباره یک فرد قائل به عدالت هستیم ناچار برای یک شهر هم این صفت را قائلیم. گفت البته. گفتم آیا شهر بزرگتر از فرد نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس ممکن است عدالت در محیط بزرگتر به نسبتی بزرگتر موجود و کشف آن آسان‌تر باشد. بنابراین اگر شما موافق باشید اول تحقیق می‌کنیم که کیفیت عدالت در شهرها چیست و بعد از آن به این نکته خواهیم پرداخت که عدالت در افراد چه صورت دارد و کوشش خواهیم کرد تا بر ما آشکار شود که بین این دو نمونه عدالت، یکی بزرگ و یکی کوچک، چه شباهتی است. گفت به عقیده من این پیشنهاد تو بسیار نیکوست. گفتم اگر ما در عالم خیال شهری را مجسم کنیم که در حال احداث باشد، آیا نه این است که طرز پیدایش عدل و ظلم را هم مشاهده خواهیم کرد؟ گفت شاید اینطور باشد. گفتم آیا پس از آن نمی توانیم امیدوار باشیم که مطلوب خود را بهتر خواهیم یافت؟ گفت البته می توانیم. گفتم آیا به نظر شما خوب است تحقیق خود را ادامه دهیم تا به نتیجه برسیم؟ باید بدانید که به گمان من این کار کوچکی نیست، پس خوب فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید. آدیمانتوس گفت ما تصمیم خود را گرفته ایم و از تو خواهش می کنیم همچنان که گفتی به این بحث ادامه دهی. گفتم به عقیده من علت احداث شهر این است که هیچ فردی برای خود کافی نیست، بلکه به بسیاری از چیزها نیازمند است. آیا به عقیده تو دلیل دیگری برای احداث شهرها هست؟ گفت نه، هیچ نیست. گفتم یک احتیاج باعث می شود که انسان دیگر را با خود شریک کند، سپس احتیاج دیگری او را وادار می کند که با شخص دیگری بپیوندد و بدین طریق کثرت حوایج موجب می شود که عده زیادی نفوس در یک مرکز گرد آمده با هم معاشر شوند و به یک دیگر کمک کنند و ما این محل تجمع را شهر می نامیم. آیا اینطور نیست؟ گفت همینطور است. گفتم اگر مردم با یک دیگر معامله می کنند، مگر نه از این جهت است که نفع خود را در این داد و ستد تشخیص دادند؟ گفت یقیناً همینطور است. گفتم پس بیا تا در عالم تصور شهری از نو بسازیم و بدیهی است که پایه و اساس شهر احتیاجات ما خواهد بود. گفت البته. گفتم نخستین و بزرگترین نیازمندی ما فراهم کردن خوراک است، زیرا ادامه هستی و زندگانی ما منوط به آن است. گفت البته. گفتم نیازمندی دوم تهیه مسکن است و سوم تهیه لباس و قس الهازا. گفت همینطور است. گفتم بگو ببینم شهر ما چگونه میتواند کلیه این چیزها را به اندازه کافی فراهم کند. آیا نه این است که یکی از اهالی باید برزگر باشد، دیگری بنا و سومی پارچه باف؟ بد نیست یک کفش دوز یا پیشه‌ور دیگری هم در نظر بگیریم که آنچه مایحتاج بدن است فراهم کند. گفت درست است. گفتم پس به حکم ضرورت شهر باید از 4-5 نفر تشکیل شود. گفت واضح است. گفتم بسیار خوب. حالا ببینیم که آیا هر یک از اینها باید حرفه خود را برای همه به کار برد یا نه. مثلا آیا
آن یک تن برزگر باید برای 4 نفر قله فراهم کند و 4 برابر وقت صرف آن نموده بعد محصول را با دیگران قسمت کند، یا آیا باید به دیگران توجهی نکرده فقط 1/4 آن مقدار قله را در 1/4 وقت برای خود فراهم کند و 3/4 دیگر وقت خود را صرف تهیه خانه و لباس و کفش کند و بدین طریق از زحمت شریک شدن با دیگران پرهیز نموده آنچه برای خود می‌خواهد با دستهای خود فراهم سازد؟ آدیمانتوس جواب داد: ای سقراط، گمان می‌کنم طریق اول آسان‌تر باشد. گفتم: از این عقیده تو شگفت ندارم و به راستی در حین شنیدن جواب تو این اندیشه به خاطر من رسید که طبیعت در همه ما استعدادهای مشابه خلق نکرده، بلکه استعدادها متفاوت است. برخی برای یک کار شایستند، برخی برای کار دیگر. آیا اینطور نیست؟ گفت: همین است. گفتم: پس کدام یک از این دو طریق بهتر است؟ آیا هر فردی باید برای خود چندین پیشه داشته باشد یا هر کس باید فقط یک پیشه داشته باشد؟ گفت: بهتر است هر یک نفر یک پیشه داشته باشد. گفتم: گمان می کنم این هم بدیهی باشد که هر کاری موقعی دارد که اگر در آن موقع انجام نیابد فرصت از دست رفته است. گفت: بدیهی است. گفتم: منظورم این است که کاری که باید انجام گیرد منتظر فراغت کارگر نمی شود، بلکه کارگر باید حتما مراقب باشد که کار را در موقع لازم انجام دهد، نه هر وقتی که دلش خواست. گفت: همینطور است. گفتم: پس اگر هر کس به پیشه‌ای بپردازد که طبیعتا استعداد آن را دارد، مجموعه کاری که انجام خواهد یافت بیشتر و طرز عمل بهتر و آسانتر خواهد بود، زیرا هر کس فقط به فکر پیشرفت کار خیش و فارغ از خیال پیشه دیگران خواهد بود. گفت: یقینا همینطور است. گفتم: پس ای آدیمانتوس، اهالی شهر ما باید بیش از 4 نفر باشند تا لوازمی را که پیش گفتیم فراهم کنند، زیرا برزگر اگر بخواهد گاواهن خوبی داشته باشد نمیتواند خودش آن را بسازد و یا بیل و کلنگ و یا افزار دیگری کشاورزی را برای خود درست کند. همچنین بنا هم که افزار بسیاری لازم دارد از ساختن آنها عاجز است و همچنین است حال پارچه باف و کفش دوز. گفت: راست است. گفتم: پس نجار و آهنگر و بسیاری پیشوران دیگر از این قبیل جزو شهر کوچک ما خواهند شد و بر جمعیت آنها خواهند افزود. گفت: البته. گفتم: اگر گلدار و چوپان و مردم دیگر از این قبیل علاوه کنیم تا برای برزگران گاو و شخمزن فراهم شود و بنا و برزگر برای کارهای خود حیوانات بارکش داشته باشند و پارچه باف و کفش دوز هم پوست و پشم به دست بیاورند، گویا شهر ما خارج از اندازه بزرگ نخواهد شد. گفت: اگر همه این اشخاص جزو آن بشود زیاد هم کوچک نخواهد بود. گفتم: از این گذشته تقریبا محال است شهرمان را در جایی قرار دهیم که از وارد کردن کالاها بی نیاز باشد. گفت: آری، این ممکن نیست. گفتم: پس مردم دیگری می‌خواهیم تا آنچه را که شهر به آن نیازمند است از شهرهای دیگر بیاورند. گفت: آری. گفتم: اما اگر این عمال وقتی به شهرهای دیگر برای تهیه اجناس مورد احتیاج می روند دست خالی بوده و چیزی همراه نداشته باشند که با آن اجناس مبادله کنند، همانطور تهی دست برخواهند گشت. آیا اینطور نیست؟ گفت: چرا؟ گفتم: پس کارگران شهر ما نه تنها باید به اندازه مصرف داخلی جنس تولید کنند، بلکه باید کالاهایی هم از نوع مطلوب و به مقدار لازم فراهم کنند که با اجناس شهرهای دیگر مبادله شود. گفت: آری. گفتم: بنابراین لازم است عده برزگران و پیشوران دیگر شهر خود را زیاد کنیم. گفت: آری. گفتم: از جمله عمالی می‌خواهیم که انواع گوناگون کالاها را وارد و صادر کنند و اینها بازرگان هستند. آیا چنین نیست؟ گفت: چرا؟ گفتم: پس ما به بازرگان هم نیازمندیم. گفت: البته. گفتم: اگر تجارت از راه دریا باشد بسیاری پیشور دیگر هم می‌خواهیم، یعنی کسانی که در فن دریانوردی ماهر باشند. گفت: آری، خیلی از اینها لازم خواهیم داشت. گفتم: اما در داخل شهر ما مردم چگونه محصول دسترنج خود را با یکدیگر تقسیم خواهند کرد؟ البته به یاد داری که منظور اصلی ما از تأسیس اجتماع و احداث شهر درست همین بود. گفت: البته به وسیله خرید و فروش. گفتم: بنابراین ما احتیاج به بازار خواهیم داشت و پول هم خواهیم خواست که در داد و ستدها نماینده ارزش باشد. گفت: البته.
گفتم اگر برزگر یا پیشه‌ور دیگر جنس خود را وقتی به بازار آورد که مشتریان کالا در بازار نباشد، آیا باید از شغل خود دست کشیده بیکار در بازار بنشیند؟ گفت البته نه، زیرا کسانی هستند که به این احتیاج متوجه شده و خود را واسطه این کار قرار دادند. در شهرهایی که خوب اداره می شوند، اینها معمولا کسانی هستند که مزاجن از دیگران ضعیفتر و از تصدی کارهای دیگری عاجزند. شغل آنها این است که در بازار نشسته به هر کس قصد فروش دارد پول در مقابل کالا و به هر کس قصد خرید دارد کالا در مقابل پول بدهند. گفتم پس در نتیجه این احتیاج دکاندار هم به شهر ما علاوه خواهد شد. آیا اینطور نیست که ما عنوان دکاندار را به کسانی اطلاق می کنیم که در بازار نشسته واسطه خرید و فروش می شوند، ولی آنهایی را که از شهری به شهری مسافرت می کنند بازرگان می خوانیم؟ گفت البته. گفتم گویا مردمان دیگری هم باشند که باید آنها را به کار گماشت. اینها کسانی هستند که به واسطه نداشتن استعداد فکری لایق شرکت در جامعه نیستند، ولی چون قوه بدنی آنها زیاد است به درد کارهای پرمشقت می‌خورند. اینها قوه خود را می‌فروشند و چون بهایی که در ازای آن می‌گیرند مزد نام دارد، آنان را ظاهراً مزدور می‌خوانند. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس مزدوران هم برای تکمیل شهر ما لازمند. گفت گمان می‌کنم اینطور باشد. گفت پس ای آدیمانتوس، آیا شهر ما پس از این همه وسعت که به آن دادیم به حد کمال رسید؟ گفت شاید رسیده باشد. گفتم پس عدل و ظلم را در کجا می‌توان یافت و این صفات از کدام یک از عناصری که ذکر کردیم ناشی می‌شود؟ گفت ای سقراط، من نمی‌دانم این صفات از کجا پیدا می‌شود، ولی شاید ناشی از داد و ستدهای مردم باشد. گفتم شاید حق با تو باشد، اما باید در این موضوع بیشتر دقت کرد مایوس نشویم. اول ببینیم روش زندگی مردمانی که به این نحو وسایل حیاتشان فراهم شده چگونه است. اینها اوقات خود را مصروف تهیه قله و شراب و لباس و کفش و ساختن خانه خواهند کرد. در تابستان عموماً با لباس کم و پای برهنه و در زمستان با جامه و کفش مناسب کار خواهند کرد. از برای فراهم ساختن غذا جو و گندم خود را آرد کرده و پس از اینکه آن را خمیر کرده پختند، قرص های نان و کماج را روی ساقه های نی یا برگ های تازه پهن می کنند و روی تخت هایی که از شاخه مرد و هزار جشان ساخته شده نشسته و با فرزندان خیش به تناول غذا پرداخته شراب می نوشند و تاجهایی از گل بر سر می نهند و مدح خدایان را می سرایند و با یکدیگر به خوشی زیست می کنند و چون از خطر فقر و جنگ می ترسند فقط آنقدر فرزند می آورند که بتوانند از عهده نگاهداری آنان برآیند. در اینجا گلاکون سخن مرا بریده گفت معلوم می شود سور اهالی شهر خود را با نان خشک برگزار می‌کنی. گفتم راست می‌گویی، فراموش کردم که این مردم علاوه بر نان خود نمک و زیتون، پنیر و پیاز آبپز و سبزی‌هایی که خوراک روستاییان است خواهند خواست و چیزی هم برای بعد از غذا لازم خواهند داشت از قبیل انجیر و نخود و باقلا. به علاوه دانه‌های مرد و بلوط را روی آتش بو داده و در مواقعی که شراب به حد اعتدال می‌نوشند از آن خواهند خورد و چون بدین طرز زندگانی آرام و سالمی دارند، البته به روزگار سالخوردگی رسیده هنگام مرگ فرزندانی از خود باقی می‌گذارند که مانند خود ایشان زیست خواهند کرد. گلاکون گفت ای سقراط، اگر می‌خواستی شهری خوک‌نشین تأسیس کنی و خوک‌ها را فربسازی، آیا خوراکی جز همین که گفتی به آنها می‌دادی؟ گفتم پس ای گلاکون، چه خوراکی باید به مردم داد؟ گفت آنچه معمولا می‌دهند اگر بخواهیم راحت باشند باید برای آنها تخت خواب و میز غذا فراهم کنیم و خوراک‌ها و شیرینی‌های مرسوم امروزه را برای آنها تهیه کنیم. گفتم بسیار خوب فهمیدم، معلوم می‌شود شهری که ما در صدد ساختن آنیم دیگر یک شهر ساده نیست، بلکه شهری است تجملی. شاید عیبی هم نداشته باشد، زیرا دقت در اوضاع این گونه شهرها هم ما را به نتیجه مطلوبه، یعنی پی بردن به طرز پیدایش عدل و ظلم خواهد رسانید. من به سهم خود عقیده دارم که شهر حقیقی همان است که من بیان کردم و شهر سالم جز آن نیست. حال اگر تو میل داری که شهر غیر سالم را که از مرض متورم شده باشد در نظر بگیری، مانعی ندارد. راست است که برای بعضی مردم آنچه ما در نظر گرفتیم کافی نخواهد بود و آن طرز زندگانی آنها را قانع نخواهد ساخت. باید برای آنها
تخت و میز و سایر اسباب خانه و خوراکی های چاشنی دار و روغن های خوشبو و زنان بدکار و شیرینی ها فراهم ساخت، به طوری که از هر کدام انواع گوناگون در دسترس آنها باشد. و دیگر نمیتوان گفت که ضروریات شهر آن چیزهایی است که در ابتدا گفتیم، یعنی خانه و لباس و کفش، بلکه اینک نقاشی و رنگکاری و تهیه طلا و عاج و سایر اشیای گرانبها هم جزو احتیاجات میشود. اینطور نیست؟ گفت همینطور است. گفتم پس باید شهر خود را بزرگتر کنیم، زیرا دیگر شهر سالم، یعنی آن که اول بیان کردیم، کفایت نمی کند. باید شهر را وسعت داده بر اهالی آن جمعی بیفزاییم که بودن آنها در شهر فقط به مناسبت احتیاجات تجملی مفید باشد. همه نوع شکارچی و جمعی مقلدین اشکال و رنگها و اصوات لازم خواهیم داشت و کسانی دیگر هم مورد احتیاج خواهند بود، از قبیل شاعر و نغمه‌سرا و بازیگر و رقاص و مدیر نمایش و صنعتگرانی برای ساختن همه نوع اشیا، به ویژه لوازم آرایش زنان. علاوه بر این عده خدمتکاران هم باید بیفزاییم و نیز لله و دایه و پرستار و ندیمه بانوان و استاد سلمانی و آشپز و قصاب و حتی خوکتران هم لازم خواهیم داشت. در شهری که اول بیان کردیم اینها نبودند، چرا که احتیاجی به آنها نداشتیم. اما برای شهری که حالا مورد بحث است از این اشخاص نمیتوان صرف نظر کرد و نیز عده زیادی حیوانات از هر قبیل لازم خواهد بود تا هر کس مطابق میل خود از گوشت آنها به مصرف رساند. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا همینطور است. گفتم با این طرز زندگی احتیاج ما به طبیب به مراتب بیش از آن خواهد بود که در شهر اول داشتیم. گفت راست است. گفتم حتی مساحت زمینی هم که تاکنون برای تأمین زندگی اهالی کافی بود اینک غیر کافی و بسیار کوچک خواهد بود. عقیده تو چیست؟ گفت همینطور است. گفتم پس اگر بخواهیم زمین کافی برای چرا و کشاورزی داشته باشیم باید به خاک همسایگان خود تجاوز کنیم و آنها نیز اگر پا از حد بیرون نهند و طمع کسب مال بر آنها غلبه کند مجبور خواهند شد همین معامله را با زمین ما بکنند. گفت آری سقراط، ناچار چنین خواهد شد. گفتم پس ای گلاکون، وقتی کار به اینجا کشید آیا باید جنگ کنیم یا راه دیگری در پیش گیریم؟ گفت ناچار باید بجنگیم. گفتم فعلا کار نداریم به اینکه عواقب جنگ خوب است یا بد، همینقدر دانستیم که منشأ جنگ حس طمع است که وقتی بروز کند هم برای جامعه و هم برای افراد بزرگترین بلیه است. گفت بسیار درست گفتی. گفتم پس ای دوست، شهر را باید باز هم بزرگتر کنیم و این بار دیگر عده کم کافی نخواهد بود، بلکه سپاهی تمام لازم است که میدان کارزار شتافته و چنان که گفتیم از دارایی شهر دفاع کند و مال دشمن را بگیرد و با مهاجمین بجنگد. گفت مگر خود اهالی قادر به این کار نیستند؟ گفتم اگر اصلی که همه به آن تسلیم شدیم صحیح باشد این کار از آنها بر نخواهد آمد. اگر فراموش نکرده باشی در این مسئله موافقت شد که یک نفر نمیتواند چندین حرفه را به عهده گرفته به همه آن حرفه ها به خوبی عمل کند. گفت حق با توست. گفتم مگر سلحشوری خود یک نوع حرفه نیست؟ گفت چرا. گفتم مگر حرفه کفش دوزی برای شهر ما لازم تر از حرفه سربازی است؟ گفت ابدا. گفتم اما ما کفش دوز را از اینکه در آن واحد به کار برزگری یا پارچه بافی یا بنایی هم بپردازد ممنوع داشته. گفتیم باید فقط کفاش باشد تا کار کفش دوزی ما به خوبی انجام یابد. همچنین برای هر یک از دیگران هم یک پیشه مخصوص تعیین کردیم، یعنی پیشه‌ای که طبیعتاً استعداد آن را دارا باشد. قرار بود اجازه اشتغال به هیچ کار دیگری را نداشته بلکه تمام زندگی خود را وقف حرفه خود کند و با استفاده از کلیه فرصت‌های مقتضی مهارت خود را در آن پیشه به حد کمال رساند. حال آیا حرفه سلحشوری دارای اهمیتی خطیر نیست؟ آیا باید گفت این پیشه به قدری ساده است که یک برزگر یا کفشدوز یا هر پیشه‌ور دیگر بتواند در این حال سرباز هم باشد و حالان که در مورد بازی نرد هیچ کس نمیتواند به وسیله مشق کردن در اوقات بیکاری نردباز خوبی شود، بلکه ناچار باید از کودکی این فن را بیاموزد.
آیا به مجرد اینکه کسی سپر یا یکی دیگر از اسلحه و ادوات جنگ را به دست گرفت، یک روزه سرباز قابلی شده، خواهد توانست در نبرد با اسلحه سنگین یا در هر گونه پیکار دیگر شرکت کند و حالان که در مورد سایر پیشه ها فقط به دست گرفتن افزار آنها هرگز کسی را پیشه‌ور یا ورزشکار نمی سازد و افزار کار به درد کسی نمی خورد مگر اینکه فن استعمال آن را آموخته و برای به کار بردن آنها مشقت های لازم را کرده باشد؟ گفت آری، کاش فقط دست گرفتن افزار کار به خودی خود برای فرا گرفتن هر هنری کافی می بود. گفتم پس هر قدر کار نگاهبانان شهر مهمتر باشد، بیشتر مستلزم توجه و کاردانی و آزمودگی است. گفت صحیح است. گفتم آیا برای تصدی این کار استعداد طبیعی لازم نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس وظیفه ما است که در صورت امکان اشخاصی را انتخاب کنیم که طبیعتاً مستعد و شایسته نگاهبانی شهر باشند. گفت آری، باید چنین کرد. گفتم این کار آسانی نیست که ما به عهده گرفتیم، اما نباید از آن منصرف شویم، بلکه باید منتهای کوشش خود را به خرج دهیم. گفت آری، نباید مایوس شد. گفتم آیا تصدیق می‌کنی که از حیث شایستگی برای نگاهبانی و چه شباهتی بین صفات سگ تربیت شده و جوان اصیل موجود است؟ گفت مقصودت چیست؟ گفتم مقصودم این است که هر دو باید تیزهوش باشند تا دشمن را پیدا کنند و تند پا باشند تا به محض دویدن او را دنبال کنند و قوی باشند تا وقتی به او رسیدند با او ستیزه کنند. گفت آری، همه این صفات لازم است. گفتم همچنین باید شجاع باشند تا خوب بجنگند. گفت البته. گفتم اگر اسب یا سگ یا حیوان دیگر فاقد همیت بود، آیا می تواند شجاع باشد؟ آیا مشاهده نکرده ای که همیت قوه است مقاومت ناپذیر و چون در نفسی بروز کند، ترس و تزلزل را در مقابل هر گونه خطر زایل می سازد؟ گفت درست است. گفتم پس معلوم شد که نگاهبانان ما چه خصایص جسمانی باید دارا باشند. گفت آری. گفتم از حیث صفات معنوی هم معلوم شد که باید دارای حس همیت باشند. گفت البته. گفتم ای گلاکون، اگر این صفات را دارا باشند، چگونه می توانیم آنها را از تعدی نسبت به یکدیگر و سایر اهالی شهر بازداریم؟ گفت به خدا که این کار آسانی نیست. گفتم با این حال باید حتما کاری کرد که اینها با دوست مدارا و با دشمن سختی کنند، وگرنه پیش از آن که دشمن به شهر راه یابد، شهر به دست خود آنان تباه خواهد شد. گفت راست است. گفتم پس چه باید کرد؟ از کجا می توانیم کسی را پیدا کنیم که در عین حال حلم و همیت هر دو را دارا باشد؟ مگر نه این است که ملایمت طبع مباین با قیز است؟ گفت واضح است. گفتم با این وصف نگاهبانانی که فاقد یکی از این دو صفت باشد به درد نخواهد خورد، و چون ظاهراً این صفات در یک فرد جمع نمی شود، به این نتیجه می رسیم که ممکن نیست نگاهبان خوب پیدا کرد. گفت اینطور به نظر می رسد. من لحظه ای مردد ماندم، اما پس از تفکر در موضوع بحث گفتم بی سبب نیست که ما به اشکال برخوردیم، زیرا مقایسه ای را که در پیش گرفته بودیم ترک کردیم. گفت مقصودت چیست؟ گفتم ما متوجه نشدیم به اینکه هر چند جمع این صفات به نظر محال می آید، ولی در واقع می توان تبایعی را یافت که دارای این دو صفت متضاد باشند. گفت در کجا چنین چیز یافت می شود؟ گفتم در حیوانات مختلف، مخصوصا در آن حیوانی که با نگاهبان خود مقایسه می کردیم. البته می دانی که صفت سگها یه تربیت شده این است که با دوست و آشنا حتی الامکان مهربان و با بیگانه خلاف آنند. گفت درست است. گفتم پس مسئله لاینحل نبوده پیدا کردن نگاهبانی که دارای صفات لازمه باشد مخالف طبیعت نیست. گفت راست است. گفتم آیا بقیه تو اینطور نیست که نگاهبانان ما باید صفات دیگری هم داشته باشند، به این معنی که گذشته از همیت لازم است دارای طبع حکیمانه نیز باشند؟ گفت منظورت را نمیفهمم. گفتم این صفت را هم در سگ میتوان یافت و البته مشاهده آن در حیوان بسیار شگفت‌آور است. گفت این صفت عبارت است از چیست؟ گفتم وقتی سگ
شخص بیگانه ای را ببیند بیدرنگ خشمین شده به صدا می آید بدون اینکه از او صدمه ای دیده باشد و حال آنکه اگر آشنایی را ببیند به او مهربانی می کند بدون اینکه از او محبتی دیده باشد. مگر تا کنون به این نکته بر نخورده بودی؟ گفت تا کنون در این باب هیچ فکر نکرده بودم. اما راست است که رفتار سگ بدین سان است. گفتم این غریزه سگ بسیار پسندیده و در حقیقت حکیمانه است. گفت چطور؟ گفتم تنها میزان او در تشخیص دوست از دشمن این است که آن یک را میشناسد و این یکی را نمیشناسد. پس موجودی که برای تشخیص دوست از بیگانه ملاکش دانایی و نادانی است چگونه ممکن است دانایی را بر نادانی ترجیح ندهد؟ گفت راست است. گفتم مگر شایقه دانش بودن و حکیم بودن یکی نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس میتوانی با کمال اطمینان تصدیق کنیم که انسان هم برای اینکه نسبت به دوست و آشنا مهربان باشد لازم است طبیعتاً حکیم و شایق دانش باشد؟ گفت تصدیق کردیم. گفتم پس به این نتیجه رسیدیم که صفات نگاهبان خوب عبارت است از حکمت و همیت و فعالیت و قدرت. گفت آری درست است. گفتم پس فهمیدیم که نگاهبان ما چه صفاتی باید دارا باشد. اکنون ببینیم چگونه باید نگاهبانان را پرورش داده تربیت کنیم. آیا این تحقیق به ما کمک خواهد کرد که مطلوب خود را بیابیم، یعنی کشف کنیم که عدل و ظلم چگونه در شهر بروز می کند؟ به عقیده من اگر در این موضوع غور کنیم نکته مهمی را دریافته و در این حال از اطاله کلام پرهیز کرده ایم. برادر گلاکون گفت من به سهم خود یقین دارم که این تحقیق برای رسیدن به مقصود ما مفید است. گفتم ای آدیمانتوس عزیزم، در این صورت باید به این تحقیق ادامه دهیم ولو به طول انجامد. گفت آری. گفتم پس چطور است که به تخیلات خود میدان دهیم و داستانی بسازیم و با فراغت خاطر در عالم خیال به تربیت نگاهبانان بپردازیم؟ گفت آری، باید چنین کرد. گفتم اما چه نوع تربیت برای آنان قائل خواهیم شد؟ به نظر من مشکل از طریقی بهتر از آن که در طی قرون متمادیه معمول بوده پیدا کنیم و آن تربیت عبارت است از ورزش برای روح. گفت همینطور است. گفتم آیا تصدیق میکنی که تربیت روح بایستی اول شروع شود و تربیت جسم بعد؟ گفت همینطور است. گفتم انواع گفتار جزی از فرهنگ است. در اینجا زیر نویس داره. اینجا منظور از فرهنگ و تربیت روحی مجموع علوم و هنرها است، از قبیل فلسفه و نطق و شعر و آواز و رقص. ادامه. آیا این را قبول داری یا نه؟ گفت قبول دارم. گفتم آیا اینطور نیست که دو نوع گفتار داریم، یکی راست است یکی دروغ؟ گفت چرا؟ گفتم هر دو نوع در تربیت ما دخالت دارد، اما تربیت ما با آن نوع که دروغ است شروع می شود. گفت مقصودت را نفهمیدم. گفتم مگر نمی دانی که تربیت کودکان با نقل افسانه ها شروع می شود و این افسانه ها به طور کلی دروغ است، هرچند ممکن است اندک حقیقتی در آن باشد. پس کودکان پیش از این که از تربیت بدنی بهره مند شوند با افسانه ها آشنا می شوند؟ گفت آری. گفتم از این که گفتم تربیت روحی پیش از تربیت بدنی شروع می شود منظورم همین بود. گفت درست می گفتی. گفتم آیا می دانی که مهمترین قسمت هر کار آغاز آن است، مخصوصا وقتی که سر و کار انسان با جوانان و نورستگان باشد؟ زیرا تربیت در همان جوانی تأثیر بخشیده، هر نقشی که در آن هنگام طرح کنند ثابت خواهد ماند. گفت البته چنین است. گفتم پس آیا سزاوار است که ما از روی بیقیدی اجازه دهیم کودکانمان هر افسانه‌ای را از هر گوینده‌ای که تصادفاً پیدا شد شنیده و بدین سان افکاری را به خاطر خود راه دهند که اکثر آنها با آنچه می‌خواهیم در بزرگی مورد اعتماد آنان باشد منافات دارد؟ گفت ابداً نخواهیم گذاشت چنین شود. گفتم پس معلوم می‌شود نخستین وظیفه ما این است که سازندگان حکایات را تحت مراقبت قرار داده اگر داستان خوبی ساختند آن را بپذیریم و اگر بد ساختند رد کنیم.
سپس باید پرستاران و مادران را وادار کنیم که فقط حکایاتی را که پذیرفته ایم برای کودکان نقل کنند و متوجه باشند که پرورشی که روح اطفال به وسیله حکایات حاصل می کند به مراتب بیش از تربیتی است که جسم آنها به وسیله ورزش پیدا می کند. اما ناچار باید قالب داستانهایی را که اکنون نقل می کنند دور بیافکنیم. گفت: منظور تو کدام نوع است؟ گفتم: داستانهای بزرگ را در نظر بگیریم تا تکلیف داستانهای کوچک هم ضمناً معلوم شود، زیرا داستانها خواه بزرگ و خواه کوچک باید تابع اصل واحد و دارای تأثیر واحد باشد. آیا اینطور نیست؟ گفت: چرا؟ اما نمیدانم منظور تو از داستانهای بزرگ چیست؟ گفتم: منظور من داستانهایی است که هزیود و هومر و شعرهای دیگر ساختند، زیرا افسانه‌های دروغی که برای مردم نقل شده و میشود از اینهاست. گفت: مقصود تو کدام افسانه است و چه عیبی در آن مشاهده میکنی؟ گفتم: عیب بسیار بزرگی دارند و آن این است که این حکایات جز یک سلسله دروغ زشت چیزی نیست. گفت: مقصودت چیست؟ گفتم: مقصودم این است که این داستانها صفات خدایان و پهلوانان را به غلط وانمود می کنند، مانند اینکه نقاشی نقشی بسازد که هیچ شباهتی به اصل نداشته باشد. گفت: البته باید این گونه خبطها را تقبیح نمود، اما ایراد تو به شعرا چیست؟ گفتم: داستان ناپسندی که هزیود ساخته و در آن اعمال ناشایسته ای را به اورانوس نسبت می دهد جز این نیست که انسان بزرگترین دروغ را درباره اعظم موجودات بسازد. در این داستان شاعر نقل می کند که اورانوس چه کرد و کرونوس چگونه از او انتقام گرفت. حال به عقیده من حتی اگر این اعمال که به اورانوس نسبت داده شده و شرح رفتاری که پسرش با او کرد حقیقت هم داشته باشد، نباید آنها را بی‌پروا برای کودکان که فاقد عقل هستند نقل کرد، بلکه بهتر است که حکایات مزبور ناگفته بماند، یا اگر از گفتن ناچار باشیم باید در خفا و با حضور عده‌ای هرچند کمتر آنها را نقل کنیم و پیش از آغاز گفتار نیز آداب قربانی به جا آوریم، و آن هم نه اینکه خوک بکشیم، بلکه چیز قابل و کمیابی را فدیه کنیم تا عده هزار حتی الامکان کم باشد. گفت: شکی نیست که آن حکایات دور از انصاف است. گفتم: آری ای آدیمانتوس، این افسانه ها در شهر ما نباید گفته شود و نباید بگذاریم به جوانان چنین القا شود که اگر برای انتقام از بدرفتاری و خطای یک پدر هولناکترین جرایم را مرتکب شوند و همه گونه ظلم روا دارند، کار بدی نکرده بلکه تأسی به اعمال برترین خدایان نمودند. گفت: آری، عقیده من هم این است که گفتن این چیزها پسندیده نیست. گفتم: همچنین به هیچ وجه نباید گفت که خداها بین خود جنگ و دسیسه و کشمکش دارند، زیرا این افسانه ها دروغ است و اگر بخواهیم نگاهبانان آینده شهر ما بی جهت با یکدیگر عداوت نورزیده این چنین خصومت را ننگ بدانند، باید نقل این گونه داستان‌ها را ممنوع سازیم. افسانه‌های جنگ دیوها و منازعات بیشماری که می‌گویند خدایان و پهلوانان با نزدیکان و دوستان خود داشتند، نباید انتشار یابد، خواه به صورت حکایت باشد یا نقوش روی پرده و قالی. اما اگر بتوانیم داستانهایی پیدا کنیم حاکی از اینکه بین اهالی شهر خصومت وجود نداشته و این گونه عداوتها گناه است، باید پیرمردان را وادار سازیم که این حکایات را برای کودکان خردسال نقل کنند، و برای زمان بلوغ آنها نیز باید شعرا را بر آن داریم که از همین قبیل داستانها بسرایند. اما سایر حکایات از قبیل داستان به بند در آمدن هیرا به دست پسرش و پرتاب شدن هفت سون از آسمان به دست پدر به علت دفاع از مادرش در مقابل زجر و ضرب پدر و افسانه های جنگ خدایان که هومر ساخته است، این حکایات را در شهر خود نخواهیم پذیرفت، خواه مضمون آن استعاره باشد و یا
نه، زیرا کودک نمیتواند استعاره را از غیر آن تمیز دهد و آنچه در خردسالی به او تلقین شود ممکن است همواره در ذهن وی ثابت مانده محو نشود. پس بنا به این دلایل باید تا بتوانیم بکوشیم که نخستین داستانهایی که برای کودکان ما گفته می شود مشوق حسن اخلاق باشد. گفت: آری راست است، اما اگر کسی از ما توضیح خواسته نمونه این گونه داستانها را به طلبت چه جوابی باید به او بدهیم؟ در جواب گفتم: ای آدیمانتوس، من و تو فعلا شاعر نیستیم، بلکه بناکننده شهریم. از این لحاظ هرچند لازم است بدانیم که شعرا چه اصولی را باید در ساختن داستانها رعایت کنند و تخطی از آن را جایز نشمارند، ولی مجبور نیستیم که خود داستان بسازیم. گفت: راست است، اما آنچه من میخواستم بدان درست همین است که انشاء حکایات راجع به خدایان تابع چه قواعدی است. گفتم: آنچه به نظر من میرسد این است که شاعر در تصنیفات خود، اعم از حکایات و غزلیات و تراژدی ها، باید همیشه خدا را چنان که هست توصیف کند. گفت: راست است. گفتم: آیا صفت ذاتی خداوند خوبی نیست و آیا توصیف خداوند ذکر خوبی او نیست؟ گفت: چرا؟ گفتم: مگر نه این است که آنچه خوب باشد زیان‌آور نمی‌تواند بود؟ گفت: به عقیده من همینطور است. گفتم: البته آنچه زیان‌آور نباشد امکان زیان رساندن در آن نیست. گفت: البته. گفتم: آیا آنچه زیان نرساند امکان شری بر آن متصور هست؟ گفت: نه. گفتم: مگر نه این است که آنچه منشأ شر نباشد مسبب شر نیز نخواهد بود؟ گفت: همین است. گفتم: آیا نه این است که آنچه خوب است عمل خیر از آن ظاهر می شود؟ گفت: چرا؟ گفتم: پس هر آنچه خوب باشد مسبب خیر است. گفت: آری. گفتم: بنابراین آنچه خوب باشد مسبب همه چیز نمیتواند بود، بلکه فقط منشأ خیر است نه منشأ شر. گفت: البته همینطور است. گفتم: پس برخلاف عقیده عموم خداوند چون خوب است مسبب همه چیز نیست، بلکه فقط جزء کوچکی از آنچه برای انسان رخ می‌دهد از جانب خدا است و آن خیر است، و حالا اینکه قسمت اعظم آنچه بر بشر وارد می‌شود یعنی شر از جانب خدا نیست. به عبارت دیگر هر آنچه خیر است جز خدا مسببی ندارد، ولی منشأ شر غیر از خداست. گفت: به نظر من استدلال تو بسیار صحیح است. گفتم: پس ما باید از شبهه هایی که هومر یا شعرهای دیگر درباره خدایان القا کرده اند بپرهیزیم. از آن جمله است این گفتار سخیف که در آستانه قصر زئوس دو سبو نهادند، یکی پر از سرنوشت خوب، یکی پر از سرنوشت بد، و هرگاه خدا نصیب کسی را از هر دو سبو مقرر کند، زندگی آن شخص گاه قرین شادی و گاه قرین حزن و الم است. اما کسی که فقط از سبوی دوم بهره ببرد همواره دچار بدبختی و گرسنگی خواهد بود. و نیز باید این قول را رد کنیم که هم خیر و هم شر هر دو از جانب خداست. همچنین اگر کسی بگوید که زئوس و آتنه محرک نقض سوگند و پیمان شکنی پانداروس بودند، یا تمیس و زئوس سبب نزاع و اختلاف بین خدایان شدند، ما با این قول موافقت نخواهیم کرد و نیز نخواهیم گذاشت این سخنان اسکلیوس به گوش جوانان برسد که میگویید خدا هنگامی که بخواهد خانه کسی را از بن براندازد او را به گناهکاری وامی دارد تا مستوجب کیفر گردد. اگر کسی درباره بدبختی های نیوبه شعری بسراید مانند داستانی که این عبارات از آن نقل شده است، یا سرگذشت فرزندان ابلیس یا اهالی تروا یا هر حکایت دیگری از این قبیل به رشته نظم درآورد، نباید به او رخصت داد که این گونه اقوال را به خداوند نسبت دهد، یا اگر چنین کرد باید بیان خود را به خوبی توجیه کند که با بحث کنونی ما وفق دهد. یعنی باید بگوید خداوند کاری جز عدل و نیکی نکرده و مجازات گناهکاران در واقع صلاح و خیر خود آنان بوده است،
نباید به شاعر اجازه دهیم که بگوید آنهایی که مجازات شدند بدبخت بودند و خدا آنها را بدبخت کرد، ولی اگر شعرها بگویند که مردمان بدکار بیچاره و محتاج به مجازات بودند و عقوبت آنان موهبتی آسمانی بوده، این قولی است پسندیده. اگر کسی خداوند را که خیر محض است مسبب شر معرفی کند، ما باید با تمام قوا بکوشیم که در شهر ما احدی چنین سخنی نگوید و نشنود تا شهر ما لایق قوانین نیکو باشد. باید پیر و جوان را از نقل این اقوال خواه به نظم خواه به نثر باز داریم، زیرا گفتن چنین چیزها مخالف دینداری و این اقوال مضر و متناقض است. گفت درباره این قاعده من با تو هم عقیده هستم و آن را میپسندم. گفتم پس در مورد خدایان این نخستین قاعده ما خواهد بود که گویندگان و شعرای ما باید در گفته های خود رعایت کنند، یعنی خداوند منشأ همه چیز نیست بلکه تنها منشأ خیر است. گفت آری، این نکته به حد کفایت ثابت شد. گفتم اکنون به قاعده دوم بپردازیم. آیا به عقیده تو خداوند جادوگری است که ما را فریب داده به صور مختلف جلوه می نماید، یعنی گاه در حقیقت حاضر است و به اشکال گوناگون جلوه می کند، گاهی در حقیقت حاضر نیست ولی صوری فریبنده و موهوم از خود می سازد، یا بهتر است بگوییم خداوند وجود صرف است و به هیچ حال از صورت اصلی خود منحرف نمی شود؟ گفت نمی توانم بی تأمل جواب دهم. گفتم بسیار خوب، جواب این نکته را بگو. اگر چیزی تغییر صورت دهد، آیا نه این است که این تغییر یا از خود آن چیز ناشی می شود و یا علتی خارجی دارد؟ گفت چرا؟ گفتم بسیار خوب، آیا نه این است که هر قدر چیزی کاملتر باشد، تغییر و تأثیر خارجی کمتر در آن نفوذ می کند؟ مثلا بدن هر قدر سالمتر و قویتر باشد، اکل و شرب و خستگی کمتر در آن تأثیر می کند و گیاه نیز هر قدر قوی‌تر باشد، تأثیر آفتاب سوزان و باد و این گونه عوامل در آن کمتر است؟ گفت البته. گفتم مگر نه این است که نفوس ثابته و مطمئنه کمتر تحت تأثیر عوارض خارجی قرار می گیرند؟ گفت همینطور است. گفتم همین بیان درباره مصنوعات نیز صادق است، مانند اساس البیت و خانه و لباس، یعنی هر قدر اینها محکمتر و با مصالح بهتر ساخته شده باشد، تأثیر زمان و سایر عوامل مخربه در آن خفیف‌تر است. گفت همینطور است. گفتم پس یک موجود کامل، اعم از این که کمال آن ناشی از طبیعت یا صنعت یا هر دو باشد، بر اثر عوامل خارجی تغییر نمی‌یابد مگر به ندرت. گفت ظاهرا اینطور است. گفتم اما شکی نیست که خداوند و آنچه وابسته به ذات الهی است عین کمال است. گفت البته. گفتم پس نمیتوان گفت خدا هم مانند سایر چیزها اشکال متعدد قبول میکند؟ گفت نه. گفتم اما آیا میتواند به خود تغییر و تبدیل دهد؟ گفت اگر اصلا تغییر پذیر باشد، واضح است که باید به دست خود تغییر کند. گفتم اگر خدا تغییر کند، آیا این تغییر تبدیل به احسن است یا نقصان کمال و جمال اوست؟ گفت اگر واقعا تغییر کند، ناچار از او کم خواهد شد، زیرا در جمال و کمال خداوند هیچ گونه نقص نمیتوانی قائل شد. گفتم بسیار درست گفتی. پس ای آدیمانتوس، آیا به عقیده تو با این وصف کسی اعم از خدا یا بشر ممکن است خود را به صورتی بدتر از آن که هست مبدل سازد؟ گفت غیر ممکن است. گفتم پس برای خدا هم غیر ممکن است که اراده تغییر ذات خود نماید، بلکه هر یک از خدایان چون دارای منتهای زیبایی و کمال است، همواره به صورت خود باقی میماند و تغییر نمی کند. گفت به نظر من این نکته مسلم است. گفتم پس به هیچ شاعر اجازه نخواهیم داد که بگوید خدایان به صورت مسافرین کشورهای دور در آمده و به انواع البسه مبدل از میان شهرها می گذرند و نمی گذاریم کسی درباره پر تئوس و تنیس داستان دروغ بگوید و یا در یک تراژدی یا نوع دیگر شعر هرا را چنین مجسم کند که به صورتی یک کاهنه در آمده و برای فرزندان نیکوکار رود آرگوس که سرچشمه زندگی ایناکوس است صدقه می ستاند. و خلاصه با سطح ها اکاذیب دیگر از این قبیل سرکاری نخواهیم داشت و نمی گذاریم مادران به اعتبار قول شعرا کودکان خود را با افسانه‌های زشت بترسانند و مثلا بگویند که بعضی
خدایان شبها با هزار شکل گوناگون به صورت مسافر در آمده گردش می کنند. مادرانی که این حکایت را نقل کنند هم حد که حرمت خدایان می کنند، هم اطفال خود را بزدل بار می آورند. گفت آری باید از این کار اجتناب کنند. گفتم با تصدیق اینکه خداها تغییر پذیر نیستند، آیا می توان گفت که آنان خود را در نظر ما به اشکال گوناگون جلوه می دهند و از این راه ما را با سحر و افسون می فریبند؟ گفت شاید اینطور باشد. گفتم چه می گویی؟ چگونه می توان تصور کرد که خداوند به وسیله کردار یا گفتار ما را اقفال و خلاف حقیقت را به ما وانمود کند؟ گفت نمی دانم. گفتم مگر نمی دانی که همه خدایان و مردمان کذب حقیقی را، پرانتز باز اگر بتوانیم این اصطلاح را به کار بریم پرانتز بسته، مذموم می دانند؟ گفت مقصودت چیست؟ گفتم مقصودم این است که هیچ کس مایل نیست شریفترین جزء وجود خود را به دروغ بیالاید و در مورد اهم امور حیاتی کذب در آن جزء وجود راه دهد، بلکه بالعکس همه کس از این گونه دروغ بسیار بیزار است. گفت باز هم مقصودت را نفهمیدم. گفتم برای این است که گمان می‌کنی من نکته مرموزی بیان می‌کنم و حالا که مقصود من این است که هیچ کس حاضر نیست در موضوع حقیقت اشیا به اقفال نفس خیش تن در دهد، یعنی هیچ کس نمی‌خواهد از درک حقیقت غافل مانده و در نفس خود کذب را جای دهد، بلکه در این مورد کذب منفور عام است. گفت البته. گفتم اینک برمیگردیم به اصطلاح کذب حقیقی که من لحظه پیش به کار بردم. کذب حقیقی همانا فریب نفس انسان و مبتلا ساختن آن به جهالت است، زیرا دروغ زبانی چیزی جز بیان این حالت نفس نیست، بلکه انعکاسی است که بعداً از آن پیدا می شود. پس دروغ صرف و خالص نیست. آیا نظر تو غیر از این است؟ گفت نه همین است. گفتم پس کذب حقیقی نه تنها منفور خدایان است، بلکه بشر نیز از آن متنفر می باشد. گفت عقیده من هم همین است. گفتم اما درباره کذب زبانی باید چنین گوییم که این نوع دروغ درباره بعضی نفوس سودمند است و بنابراین در خور نفرت نیست. مثلا آیا کذبی که به ضرر دشمنان به کار رود مفید نیست؟ همچنین اگر کسی از دوستان ما در حال دیوانگی یا به علت نادانی آهنگ عمل بدی کند، آیا شایسته نیست که با گفتن یک دروغ او را از این کار بازداریم و در حقیقت درد او را علاج کنیم؟ در مورد افسانه ها هم که از آن صحبت می کردیم، البته ما حقیقت را درباره وقایع گذشته نمی‌دانیم، اما داستان‌هایی می‌سازیم که حتی امکان شبیه به حقیقت باشد و از این نوع دروغ استفاده می‌کنیم. گفت آری تصدیق دارم. گفتم اما به کدام یک از این علل ممکن است دروغ برای خدا سودمند باشد؟ آیا می‌توان گفت که خداوند هم حقیقت امر را در مورد وقایع گذشته نمی‌داند و لذا ناچار است دروغ راستنما بسازد؟ گفت اظهار چنین مطلب مضحک است. گفتم پس کذب شاعرانه را نمیتوان به خداوند نسبت داد؟ گفت نه. گفتم آیا ممکن است خدا از ترس دشمن دروغ بگوید؟ گفت ابدا ممکن نیست. گفتم به علت نادانی یا دیوانگی دوستانش چطور؟ گفت نه، زیرا خداها هیچ دوست دیوانه و ابله ندارند. گفتم پس عللی موجود نیست که خدا دروغ بگوید؟ گفت به هیچ وجه. گفتم پس خدا و آنچه بستگی به ذات الهی دارد به کلی از کذب مبراست؟ گفت یقین است. گفتم پس خدا مطلقاً ساده و گفتار و کردارش عین حقیقت است و صورت خود را تغییر نداده، دیگران را هم فریب نمی‌دهد، یعنی نه به گفتار، نه به وسیله ایجاد توهمات، نه با ظهور علامات، خواه در بیداری و خواه در خواب کسی را اقفال نمی‌نماید. گفت با آنچه تو گفتی من نیز موافقم. گفتم پس اگر موافق باشی، قاعده دومی که قائل می شویم این است که اگر بخواهیم در وصف خدایان چیزی بگوییم یا بنویسیم، باید متذکر باشیم که خدایان جادوگر نیستند که صورت خود را تغییر دهند و ما را به وسیله دروغ چه در گفتار و چه در کردار اقبال نمی کنند. گفت موافق هستم. گفتم پس هر چند آثار هومر مطالب ستودنی بسیار دارد، یک حکایت در آن هست که ما نمی پسندیم و آن شرح رویای آگاممنون است که آن را علامتی از جانب زئوس می خواند و نیز عباراتی را که در آثار اسکیلوس از قول
تتیس نقل شده و حکایت از آواز خواندن آپولون در جشن عروسی وی می کند نمی پسندیم. آن عبارات به زبان تتیس این است: آپولون پیشگویی کرد که من مادر خوشبختی خواهم شد و فرزندان زیاد خواهم آورد که سالها به خوشی و فارغ از بیماری خواهند زیست، و پس از آن که مرا مطمئن ساخت که خدایان با نظر لطف و محبت مراقب آینده من خواهند بود، سرودی به افتخار سعادت من خواند که روح مرا شاد کرد. من خیال می کردم که زبان آن خداوند که این همه پیشگویی از آن صادر می شود هرگز آلوده به دروغ نخواهد شد. افسوس که همین خداوند که آن نغمه ها را سرود، همین خداوند که در جشن عروسی من نشسته بود، همین خداوند که خبر از سعادت آینده من می داد، خود او بود که فرزند مرا کشت. وقتی کسی این گونه چیزها درباره خدایان بگوید، ما خشمگین شده و با او هم آواز نخواهیم شد و مربیان اطفال خود را نیز از تعلیم این روایات منع خواهیم کرد، تا نگاهبانان ما به پرهیزگاری خو گرفته و تا اندازه‌ای که ناتوانی بشر اجازه دهد دارای صفات الهی شوند. گفت: من کاملا با این قواعد موافقت دارم و حاضر هستم که اطاعت آنها را بر خود فرض بشمارم. صفحه 141 و پایان کتاب دوم.